با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب جمعه را نیز میگشاییم با دفتر دیگری از برنامه صفحه یک با تازهترین و آخرین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب در برنامه صفحه یک دور بیامان و جدید و بی وقفه حمله و حجمه مردان خامنه ای به هاشمی رفسنجانی در روزهای مانده تا انتخابات با تازه ترین حملات محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری همینطور کازم صدیقی امام جمعه تهران و دیگر فقهای های منتصب به بیت رهبری ایران نشانه هایی از عقب شورای نگهبان در بازبینی رد صلاحیت نامزدهای ناهمسوی با نظام با اظهار رضایت وزیر کشور ایران درخواست ستن از نمایندگان جمهوری خواه و تندروی کنگره آمریکا برای سفر به ایران به منظور نظارت بر انتخابات و روند تعطیلی نیروگاه های هستئی و در عرصه منطقه ای کماکان موجی از خبرها حول سوریه خاص پیشرفت ارتش بشاری در رویارویی با شورشیان با حمایت همه جانبه ایران و روس و بالاخره افزایش لحظه به لحظه آمار کشته شدگان نظامیان جمهوری اسلامی در سوریه سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب 16 بهمن ماه یورانی برابر با 5 ماه فوریه 2016 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخانی مشروع مطالب و اهم خبرهای برگزیده با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت با درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز همینک و در بخش نخست برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر برگزیده که شرح کامل و مشروح آن را به روال معمول همه شبها در برنامه آن سوی خبر خواهید دید جدال جناهی در جمهوری اسلامی لحظه به لحظه اوج میگیرد و در این میان دو مرد یکی جوان و دیگری کهنسال آماج حملات مردان آیت علی خامنه ای هستند حسن خمینی و حاشمی رفسنجانی موج جدید های فقهای منتصب به علی خامنه ای را تحمل می کنند ضمن آنکه مقامات معمم و نظامی سپاهی نیز لحظه ای بیکار ننشستند و با عناوینی کمتر متعارف و حتی بعضا غیر قابل انتظار بر علی اکبر هاشمی رفسنجانی می شورند. تا جایی که گزارش های دریافتی از جهان مجازی و پایگاه علی اکبر هاشمی نشان می داد که این فقیه مقهور نظام فقها ها مجددن به دعا و نیایش و خدا پناه برده و عکس هایی از راز و نیاز و وی در مکانی مذهبی منتشر شد در تازه ترین این حملات محمد یزدی سهامدار بزرگ عرصه لاستیک که خود یک سالی است به ریاست خبرگان رهبری منصوب شده با واژگانی زننده و گزنده مستقیم هاشمی و حسن خمینی را نشانه گرفت محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری دیروز پنجشنبه در قم گفت که مجلس خبرگان جای جناهبازی سیاسی کاری جوانگرایی و پیرانه از کار افتاده نیست در حالی که خود بالای 84 سال سن دارد یزدی افزود کسی که به مجلس خبرگان می آید باید فقیه زمانشناس مکانشناس باشد و در برابر فتنه های داشته باشد که روی سخن کاملا با هاشمی بوده این اظهارات رئیس خبرگان رهبری کنایه مستقیم به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی است و در مخالفت با حضور آنها در ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری بیان شده است دامنه این نکته ها و تکه ها و تنها تا جایی پیش رفت که سعید جلیلی معتمد بلا منازه خامنه ای که سالیانی در پرونده ای متهم به سرمایه سوزی و وقت کشی شده بود در اظهار موزهی علیه حسن خمینی این گونه کنایه زد که انتصاب به بزرگان مسئولیت می آورد نه مسئولیت و در سوی دیگر ماجره های جدال های جناهی در قوقای رقابت های انتخاباتی خبر رسید که وقتی احمدی نژاد همراه با تنی چند از دولت مردان دولت خود راهی قبرستان خمینی موسوم به آرامگاه خمینی شده بود سید حسن خمینی که کلیددار یا به تعبیر متولی آن مجموع است از احمدی نژاد استقبال نکرد به گزارش خبرگزاری های داخل ایران از جمله ایسنا، احمدی نژاد و چند تن از اعضای دولت های نه و ده ایشان از جمله علی اکبر جوانفکر، نیکزاد، شمس حسینی در مرقد خمینی حاضر شدند. حمید بقایی که به تازگی و با تبدیل قرار بازداشت به قرار کفالت از زندان آزاد شده است نیز با دیگر اعضای دولت های نهم و دهم ده به قبر خمینی آمده بود در این مراسم احمدی نژاد و سید حسن موسوی بقایی شیخ الاسلامی شمس الدین حسینی جوان فکر و مرتضا تمدن و نسرین سلطان خواه همراهی می کردن. در این ارتباط خبر آنلاین نوشته بود بر اساس تصویری که پایگاه اطلاع رسانی دولت بهار منتصب دولت احمدی نژاد منتشر کرده است حسن خمینی احمدی نژاد را همراهی نکرده و در تصاویر نیز دیده نشده بود همچنان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با خبرهایی برگزیده از پهنه رسانه های سایبری شهر شبکه ها و دنیای دیجیتال. کلیک میکنیم با سایر مطالب برگزیده که کماکان حول تنش‌های پیشهای انتخاباتی است که موج جدال‌ها در تمامی جبهه‌های قدرت نظام فقها را برانگیخته است در سویه های دیگری از ماجرا و در گوشه های دیگری از کشور بنابر گزارش سامانه خبری تحلیلی انتخاب عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفت آمریکا و کاس لیسان استکبار دوره آینده مجلس خبرگان را رهبر درست کن می وبسایت انتخاب دیروز پنج شنبه سخنان حاجی صادقی را که در مسجد چهار مردان قم بیان شده بود باستاب داده است البته همان گونه که شما بینندگان عزیز در برنامه دیشب مشاهده کردید در برنامه دیشب صفحه یک گزارش از روزنامه آرمان خواندیم که با عنوان اتاق تخریب در قوم به نقش سازماندهی شده ی مردان خامنه ای علیه هاشمی پرده تازه کنار میزد از جمله در بخشی از این نوشتار با اشاره به اظهارات مرتضی آقا تهرانی دبیر کل جبهه پایداری که در گفتگویی با نشریه رمز عبور خطاب به اکبر حاشمی رفسنجانی گفته بود اگر بنا بود امر به معروف و نهی از منکر فیزیکی بکنیم باور کن خاتمی و تو رو میزدیم تکه پاره می کردیم نوشته بود که از همان زمان معلوم بود که فاز بعدی که بر روی میز اتاق فکر و اتاق تخریب قوم حضور یافت نام حاشمی را داشت خانم شفیعی در گزارشی که در روزنامه آرمان منتشر کرده بود تاکید کرد که درد اصلی این تون روها نه سخنرانی هاشمی بلکه بیم حضور او در مجلس خبرگان است این معمم نظامی منتصب به ای که پیشتر سخنان اعتراضی هاشمی علیه شورای نگهبان در رد صلاحیت حسن خمینی را هوچیگری خوانده بود گفت که این صحبت ها تبلیغاتی بوده است نگران هستند که رأی بیاورند یا نیاورند از بیت امام خرج میکنند حاجی صادقی پس از این سخنان رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام را متهم کرده که مأموریت دارد خط مکتب و فکر روح الله خمینی رو با حفظ ظاهر نابود کند. جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علی خامنه ای را وفادارترین فرد به روح الله خمینی معرفی کرده و افرادی چون هاشمی را کسانی نامیده که میخواهند رهبری درست کنند و نمیتوانند از این رو عصبانی میشود ایشان در ادامه اظهارات خود به نقد گفته بود که آمریکاییها ها معتقدند این دور از خبرگان رهبر درست است و کاس لیسان استکبار هم فکر میکنند باید در خبرگان کار را درست کرد با پوزش از محضر شما بینندگان عزیز که بعضا ناگزیر به بکارگیری از واژگانی غیر متعارف و غیر رسانه ای می که از دهان مردان ولایت فقی خارج می شود اما برای خبر شاری دیگر نیست ادامه می دهم ده این در حالی است که از ساختمان آجوری رنگ میدان فاطمی وزارت کشور خبرهای تازه از یک تفاهم لرزان اما تا حدودی امیدوار کننده به گوش می به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا رحمانی ف... وزلی. دیروز پنجشنبه گفت که شورای نگهبان با وزارت کشور درباره موضوع تایید صلاحیت کاندیده ها خیلی همکاری کرده و نتیجه این تعامل خوب بود ایشان با اشاره به مذاکرات و دیدارهای خود با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان افزود با آقای جنتی توافق کردیم که اگر به جایی رسیدیم که دیدیم حقی ضایع می شود نماینده ای گذاشته و مسئله را پیگیری کنیم وزیر کشور کابینه موسوم به اعتدالی روحانی گفت که بر اساس اطلاعاتی که به ایشان داده شده و تا زمانی که شورای نگهبان اعلام نکند اجازه ندارد عدد آن را اعلام کند تعداد کاندیده های تایید صلاحیت شده عدد امیدوار کننده است خبرها را با موجی از خبرهای هاشمی کشی پی میگیریم که گویا در سفره سیاست ایران مددی از نیو برقرار است که نه نمک پیشین میشناسند و نه قدر دوستان دیرین میدانند در تازه ترین اظهار موزه این بار محسن رضایی از دست پروردگان شخص هاشمی رفسنجانی علیه این فرمانده پیشین خیش به پا خواست که موجب موجی از تعجب و حیرت میان کاربران و افکار عمومی خاصه در جهان مجازی و شهر شبکه ها شده بود رضایی در کنایه‌ای به رفسنجانی گفت آنهایی که به شورای نگهبان میگویند دست از نظارت بردار دنبال جدایی دین از سیاست هستند محسن رضایی در ادامه اظهارات خود گفت بدون ذکر نام هاشمی البته بعضی میگویند رهبری شورایی باشد یا چگونه باشد شورای نگهبان دست از نظارت بردارد این حرفا جدایی دین از سیاست است اگر شورای نگهبان با شجاعت اعمال قانون نکند جدا کردن دین از سیاست می شود که پوشش این مدل گزارش ها و خبرها آن هم در حجم وسیع در 24 ساعت اخیر گویی یا نشان از یک حرکت سازماندهی شده با فرماندهی بیت رهبری ایران دارد که هم حاوی این پیام به هاشمی رفسنجانی است که همه کسانی که وی فکرش را می کند در نهایت به پایگاه رهبری گرد خواهند آمد ایشان نبایستی نسبت به نیروهای دیرین و دوستان پیشین امید و روزنی داشته باشد و در سوی دیگر نیز میتواند البته به زم تحلیلگران صفحه یک حاکی از نشانه های از اجماعی جدید برای به انزوا کشاندن محض هاشمی در آینده بسیار نزدیک باشد خبرها و نظرها را پی میگیریم با سایر مطالب و موضوعات منتخب در برنامه امشب صفحه یک در عرصه منطقه‌ای ساعتی پس از اعلام توقف در روند صلح سوریه در ژنو ترافیک و نقل و انتقالات خبری خاصی مشاهده شد در نخستین گام عربستان با برای اعزام نیروی پیاده نظام و زمینی به سوریه اعلام آمادگی کرد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز از دانشگاهی در دوردستترین نقطه به آنکارا ادامه نشست سر را با ادامه حملات هوایی ارتش بشاری بیفایده خواند و کمی دورتر از هر دو نقطه منبع مسئولی در آمریکا نسبت به اعلام آمادگی ارتش عربستان برای عزیمت به سوریه استقبال کرد همه اینها در حالی است که پیشروی ارتش وحشاری در فتح برخی از شهرک های شیعه نشین موجب تغییر معادله در زمین بازی شده است برگزیده ای از مواضع متخذه در چهار سوی سیاست حول سوریه را با هم مرور می کنیم بر اساس گزارش های منتشر در این راستا نخستین اظهار نظر به فرماندهی ارشد نظامی در عربستان مرتبط هست که برای عزیمت به سوریه اعلام آمادگی کرد سرتیب احمد اسیری سخنگوی نیروهای اطلاف عربی و مشاور وزیر دفاع سعودی اعلام کرد که پادشاهی عربی سعودی آماده مشارکت در هر گونه عملیات زمینی در سوریه است. ایشان در مصاحبه ویژه با کانال تلویزیونی العربیه از آمادگی کشور سعودی برای مشارکت در عملیات زمینی در سوریه خبر داد. در این میان ساعاتی پس از آن ایالات متحده آمریکا از اعلام آمادگی پادشاهی سعودی برای مشارکت در جنگ زمینی علیه داعش در سوریه استقبال کرده و گفته است که این پیشنهاد را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در همین زمینه گفت که واشنگتن در جریان این پیشنهاد سعودی برای ارسال نیروهای زمینی به سوریه برای مبارزه با داعش قرار گرفته است وزیر دفاع آمریکا در ادامه اظهارات خود اشاره کرده بود که آمریکا درباره این موضوع با مقامات سعودی در نشست ائتلاف بین‌المللی که قرار است هفته آینده در بروکسل برگزار شود گفتگو خواهد کرد همان گونه که اشاره کردم پس از توقف در ادامه روند صلح سوریه در ژنو نوعی اجماع همه جانبه جهانی متناظر به برکناری بشار اسد با استفاده از قوه احتمالی قهریه تقویت شده است و در این مسیر یأس سیاسی در حالی که خامنه ای ولایتی وزیر خارجه اختصاصی بیت را به کاخ کرملین فرستاد تا با پوتین آخرین رایزنی ها رو داشته باشند اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در لیمای پرو به ادامه نشست های سوری ابراز تردید کرد و گفت ادامه مذاکرات صلح ژنو در حالی که نیروهای بشار و روسیه به حملات خود ادامه میدهند بیمعنا است به گزارش خبرگزاری آناتولی اردوغان در یک سخنرانی در کشور پرو گفت روسیه به کشتن مردم در سوریه ادامه میدهد این نشست برای صلح چه فایده ای دارد این مذاکرات چه معنا دارد این در حالی است که از میدان عملیات رزم در سوریه لحظه به لحظه میزان کشته شدگان و جان فرماندهان سپاه جمهوری اسلامی ایران گزارش می شود. گزارش های تازه منتشر شده که نشان می چندین نفر دیگر نیسته این مدت یعنی پس از اعلام خبرهای از سوی دو خبرگزاری تسنیم و فارس کشته شده اند. مشروح همه این رویدادها و خبرهای مرتبط را همراه با سایر جزئیات خبر در برنامه آن سوی خبر خواهید دید. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه ی. یک هستید از تلویزیون ایران فردا قاسم سلیمانی که نامش با مداخله و شرکت در جنگهای سوریه بسیار در سالیان اخیر بر سر زبان ها آمد و دهانها چرخید این بار با کشته شدن جمعی از نظامیان ارشد سپاهی مجددا به صدر خبرها بازگشت دو خبر جداگانه از نظامی ارشد آیت الله خامنه ای که مأموریت عملیات های برون مرزی بیت رهبری را از یمن تا سوریه انجام می دهد خواهیم داشت نخستان که سفار هرندی وزیر ارشاد اسبق در کابینه احمدی نجات که خود نیز از سپاهیان و نظامیان کت و است در تازه ترین سخنرانی خود که به مناسبت واقعه بهمن 57 در گوشه و کنار ایران در جریان است در بخشی از صحبت خود داشتن سردار قاسم سلیمانی رو یکی از نشانه های قوت نظام فقها پس از 37 سال خواند هرندی وزیر اسبق ارشاد ایران با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در یک قیاسی بین ظریف و سلیمانی این گونه خاطر نشان کرد که در این مذاکرات ظریف وزیر خارجه در کنار مباحث معمول گاهی از قدرت معتبر استفاده می کرد و این یعنی قدرت در سوریه نیز همین عبر قدرت ها به پای ما هستند عزت ما روی دل عده دیگر سایه انداخت عزت یعنی وقتی داعش به دروازه های بغداد می رسد ساکنان و نیروهای بغداد دست به دامان قدرت معتبر ما یعنی حاج قاسم سلیمانی می شود و خبر دیگر از سردار سلیمانی مراقبت ویژه از این نظامی میادین برون مرزی است بر اساس گزارش های منتشر در سامانه های خبری تحلیلی حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این رابطه گفت که از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس مراقبت های خوبی می شود فیروزآبادی گفت این مراقبت ها از آن رو صورت میگیرد که آمریکا قصد ضربه زدن به آقای سلیمانی رو دارد قاسم سلیمانی که مدت ها بود شایعه زخمی شدنش منتشر شد و سخنرانی و تصویری از وی منتشر نمی نزدیک به دو هفته پیش از این در کرمان یک سخنرانی داشت رسانه های غربی نیز پیش از این به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه و یک مقام امنیتی اشاره کرده بودند که سلیمانی در سوریه به شدت زخمی شد که در همان هنگام سپاه پاسداران نیز با رد این گزارش ها سلامت کامل فرمانده شاخه برمرزی سپاه خبر داده بود فیروز آبادی در ادامه اظهارات خود اشاره کرده بود که سلیمانی بلد است که چگونه سازماندهی کند چگونه بجنگد و چگونه در برابر سختترین دشمنان موانع ایجاد کند در حالی که برخلاف اظهارات این سردار همین دیروز یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه مجددا در سوریه کشته شد و آمار کشته شدگان سپاهیان در میادین رزم سوریه روز به روز در حال افزایش است و در وقت باقی مانده خبرها و نظرها بابک زنجانی بسیجی اقتصادی برآمده از مکتب اقتصاد مقاومتی علی خامنه ای گویا میلی به پرداخت بدیه هایش ندارد بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر پرمختار گفت که هیچ پرداختی از سوی زنجانی صورت نگرفت رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه تا کنون هیچ پرداختی از سوی بابک صورت نگرفت اشاره کرد که بابک زنجانی و همکارانش هرچه سریعتر بدهی خود رو پرداخت کنند محمد علی پرمختار در گفتگویی که با خبرنگار خانه ملت داشت با اشاره به موافقت دادگاه با تقاضای یک ماهه بابک زنجانی برای بازگرداندن پول بیت المال گفت پس از گذشت چند هفته تا کنون هیچ پرداختی از سوی وی صورت نگرفته است و طبیعتاً پس از پایان مهلت قانونی دادگاه رأی خود را صادر خواهد کرد و با این خبر کوتاه وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله برنامه آن سوی خبر این جانب از محضر یکایک شما خداحافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و برگ تازه ای از دفتر صفحه یک با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود